جنرال فیض حمید در کابل کشته شده است. به نام خدا و با عرض سلام، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. با نقل از گزارشنامه افغانستان، جنرال فیض حمید در کابل کشته شده است. ارشاد نور در برگه خود نوشته است که جنرال فیض حمید در جلسه معرفی رئیس جدید ISI ندیم احمد انجم حضور نداشته است. در همین حال به نقل از سعیدی صاحب گفته شده است که فیض حمید همراه با 10 تن از همراهانش در کابل کشته شده است. به نظر می رسد که جنگ فیزیکی بین شبکه قندهاری طالب و فیض حمید حادثه غیابت فیض حمید را سبب شده است. افزون بدین سوال های را خلق کرده است که چرا وی در جلسه مهمی که ندیم احمد انجام به جای وی معرفی گردید و از خودش فیض حمید و حیث قمندان قول اردوی پشاور نام برده شد از جلسه غایب بود. گفته شده که روزنامه نگاران آخرین باری که او را دیده بودند در هتل سیرینای کابل بود که ظرف 12 ساعت جنگ و بمباران پنجشیر را سازماندهی کرده بود، اما از آن زمان به طور معجزه آسای مفقود الاثر شده است. در همین حال به نقل از خبرگزاری افق، گذرگاه ترخم بر روی دانشجویان افغان گیرمانده در پاکستان باز شد. سفارت پاکستان در کابل اعلام کرد که گذرگاه مرزی ترخم را بر روی دانشجویان افغانی که در آن کشور گیرمانده بودند بازگشایی کرده است. این سفارت در اعلامیه گفته است که 1000 نفر از دانشجویان افغان که در دانشگاه های پاکستان مصروف تحصیل بودند پس از تسلط طالبان بر افغانستان در آن سوی مرز گیر مانده بودند. این سفارت فهرست از این شمار دانشجویان را نیز منتشر کرده و گفته است که مرز ترخم بر روی این تعداد دانشجویان باز شده است. پاکستان پس از سقوط افغانستان به دست طالبان تا کنون چندین بار گذرگاه های مرزی خود با افغانستان را بروی مسافرین و نیز کالاهای تجارتی مسدود کرده است. این گذرگاه ها هنوز بسته است و مسافرین و لاری های مملو از کالاهای تجارتی در 2 طرف مرز اجازه نیافتند که از این مرزها عبور کنند. در همین حال به نقل از رادیو آزادی، تعطیلی مکاتب دختران فراتر از صنف ششم، طالبان روی طرح جدید کار میکنیم. یک ماه از تعطیلی مکاتب برای دختران فراتر از صنف ششم در افغانستان میگذرد و طالبان هنوز هم تاکید دارند که وی روی طرح برای بازگشایی مکاتب برای دختران فراتر از صنف ششم کار میکنند. با وجود درخواست های مکرر دختران و فعالان مکاتب، هنوز هم در بسیاری از ولایات افغانستان بروی دختران بالاتر از صنف ششم مسدود اند. یک ماه از تصمیم طالبان مبنی بر اجازه ندادن به دختران فراتر از صنف ششم به مکاتب میگذرد که بر اساس آن دختران در بسیاری از ولایت ها از رفتن به مکاتب متوسطه، لیسه و پوهنتون محروم مانده اند.
یکی از شاگردان یگانه لیسه دخترانه آرزگان بر رادیو آزادی گفت: نگران این است که در نتیجه مسدود ماندن مکتبش آینده او چی خواهد شد. او می گوید: بسیار احساس بد دارم برای آینده خودم و برای آینده ولایت و وطن خود، زیرا من می خواستم یک دکتر متخصص شوم، به خاطر که در ولایت ما دکتر متخصص زن وجود ندارد. نگرانی های زیادی دارم که بیش از این با من چی خواهد شد. مایوس در کنج خانه نشسته ام. تعداد دقیق دخترانی که برای فراگیری فراتر از صنف ششم در افغانستان محروم شده اند روشن نیست. اما بر اساس گزارش صدوق وجهی سازمان ملل متحد یا یونسف، در گذشته از جمع 3,700,000 کودک که از تعلیم در این کشور محروم شده بودند، 60% آن را دختران تشکیل می داد. شمار زیادی از فعالان و دختران در داخل و خارج از افغانستان هم برای بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم کمپاین های مختلفی را راه اندازی کرده و از طالبان خواسته اند که هرچه زودتر به همه دختران اجازه بدهند تا در سر تا سر کشور به ادامه تحصیلشان بپردازند. زرلشت یکی از اعضای کمپاینی که از سوی بنیاد راه قلم را اندازی شده بر رادیو آزادی گفت: مدت یک ماه می شود که با آمدن نظام جدید مکاتب بروی دختران مسدود است بنابر دلایل نامعلوم. خواهش من من حیث یک فعال جامعه، یک دختر افغان، این است که مکاتب را بروی دختران باز کنید. اینها نونهالانی اند که آرزوهای زیادی دارند. لطفاً آرزوهای اینها را زنده به گور نسازید. از سوی دیگر، مطیع الله ویسا، مسئول نهاد فرهنگی راه قلم در افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که اگر طالبان مکاتب را بروی دختران باز نکنند، آنها دست به اعتراضاتی خواهند زد. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید. امید که زنگ آگاهی را فشار دهید.